دنبال اینکه خیلی تونتون فیلم بسازم نبودم، دنبال این بودم که یه چیز درستی بسازم که در حال بعد از سازش بتونه جواب بده و قدم بعدی برای من باشه. بهروز دوست داشت نقش زمین رو کار بکنه و تهیه کنم آقای مصعب رو که بهروز مثلا دوست داره خیلی خواهد نداره میسازه. اونم یک وچه دوگانه داشت. وچه دوگانهش این بود که برای من یه مفهوم دیگه ای داشت، حالا استعیقانه یه مفهوم دیگه داشت که حالا فیلم یه فیلم ایست که شاید مدر روزم هست، جاهلیه و فلان حرفا، حالا بهروز هیچ کس نهیدتش در نقش جاهل و بیاد مردم استشون جذابه، اون از اون دیگه داشت نگاه میکرد. بهروزم خیلی چیز داشت، حساسیت داشت نسبت به کلا که نه، چون نمیخواست اونجوری بشه. من هم کلی حساسیت داشتم که کلا رو حتی سرش بذاره بکنه که مفهومی من میخواستم از کلا بگیرم، نه اینکه بخوام کلا یه سر اون باشه. برای اینکه کلا یه جور به اصطلاح سمبول قدرت بود برای این، یعنی اون چیزی که برای من در ذبیح مسئله بود، مسئله این بود که رسیدن به قدرت در جهان سوم، آدمایی که مردم زیادن چون نمیشستنشون، فقط با یه خود سرصدا و خوب و این بزرگ کردنشون یا یه کسی میارم میجرم اونجا اون بالا، بعد هم ازش میدرسن. خودم رجوعه زبی ترشکچی تحقیق کردم، یه دوست فرهنگی داشتم که اصلا این عراقی بود و این خوب میشناختش و برای من تعریف کرد که این خیلی آدم رزلی بوده، آدم خیلی بی‌پرنس بوده و اتفاقا اون رو شب آخر زندگیش این دیده بود، برای من تعریف کرد، گفت ما توی همون میدون شهر عراق بودیم، این زبیر وقتی توی دونه چیز مشروب روش مشروب خود رو مست بودم اونجا اومد بیرون، سینمایی که در اونجا بود داشت فیلم یه قدم تا مرگ نشون میداد، این رفت تو سینما، از سینما که شب میاد بیرون آخر شب چند تا پسرمو بودن که با این خورده حساب داشتن اونجا میزن سرش و میزنش با چارگو میزنش و قرصه تا بیبرش بیمارستان، و وقتی بودن بیمارستان این غیر از اینکه چاقو همراهش بوده تو چی بشینه بوده تو جوراباش هم از این طرف اون طرف چاقو بوده همراهش که حالا اونجا فوت میکنه. حالا این بهانه بود، ولی من اصلا که نمیخواستم سرگذشت زبیح درشکچی رو بسودم، که من حتی اسمشو عوض کردم، من اسمشو گذاشتم پوست شیر. ضعف داره. یه بلیت واسه عراق میخواستم. چه ساعتی؟ یه جوری باشه که شب برسه. شب رو نداریم آقا جون. یه سرویس دیگه که بعد از ظهر حرکت میکنه، یکی هم سه دومی نزدیک غروب میرسه عراق. از اون که غروب میرسه بده صندلی آخر باشه. دنبال کار میگرده، بهش هیچ جای کار نمیدن، میره در یه جایی که گاراژ اینا، بهش میگه که اگه زن بچه داشته باشی ما شاید داریم میدیم به آدم مجرد تنها این کار رو نمی کنیم. و این یادش میفته که برحال اون زن زمانی بهش گفت هر وقت برگردی من منتظر هستم، حاضر به این که بره تو یه جایی سرایی داری بکنه و بمونه و این زنه رو بیاره بخواد یه زندگی حالا آرام کنه، چون میدونه که دیگه آدم زخم میده یا همه چیز ازش گذشته دیگه، اون قدرت گذشته رو نداره، جوانی رو نداره، میخواد بره. تا چشمشون تو چشم آدم یادشونه که هست، همچی که جلوی چششون رفتی همه چی یادشون. حتی در موقعی که میخواد بیاد بیرون که راجع به کلاش اینا صحبت میکنه، این چیز اشاره داره میشه. قربان کلای من این ریختی نبود. چند سال زندانی؟ 15 سال. 15 سال پیش خودت این ریختی بودی؟ که اصلا این مزمهر شدی از اون آدمه نیستش. تو عرف کلاهش زیاد داری؟ نه، دوست داشتی که لابد خیلی داری. یه موقع داشتم. یکی از چیزایی تو ذهن من بودش اون موقع رفتن شاه بود، بعد 25 مرداد که میره رفتش از ایران و
وقتی میخواست برگرده مطمئن نبود هنوز از چیزی، به همین دلیل همسرش رو خودش نیاورد. ولی وقتی که اومد اینجا از هواپیما پیاده شد و استقبال شد و افتادن رو دست و پاشو پاشو ماچ کردن و بعد کم کم یه دفعه بهش همه دورش جمع شده اینا، دیگه یه آدم دیگه شد دیگه اصلا قدرت. تو جان سوم معمولا این اتفاقات بود، یه کسی از یه جایی بلند که میاد و بعد هی این چیزایی که تعریف میکنن که آقا همچینه، یه همچه قدرتی داره، اینجوریه اونجوریه اونجوریه، ملت حاضر. مردم تا خودشون تصمیم نگیرن کارا درست نمیشه. اولا باید خودشون رو اصلاح کنن. تا وقتی انقدر محتاط و ترسو باشن همین آشه و همین کاسه. زبی بره تقی میاد، تقی بره نقی میاد. خب چه کسی جلوش وای میسته؟ کسی که خیلی جوانه همیشه جلو دیکتاتورها جوانه وای میسته. آدم های سن بالا که محتاط هم اونا هستن که این چیز رو قبول ندارن. از حالا باید یاد بگیری که جواب بزرگتر از خودتو چجوری بدی؟ من بلدم جواب هرکی رو چجوری بدم. زیر بار حرف زورم نمیدم.